یک مطلبی هم در این مورد من نوشتم. این که خامنه ای میگه که ما هر کسی که اینو قبول کنه با ماست، این یک حلوا یا یه حویج نسیه است. این الانه به هیچ وجه بر اساس فرمول هر کسی که التزام بده و یا متعهد باشد به ولایت فقیه با ماست، این حرف حرف واقعی نیست. گفتم در حالی که خامنه ای میگه باید محبت کرد و نمیدونم همه با هم باشی، میان سه نفر، اونم یکشون که اصلا امام جمعه شیراز و نماینده مجلس خبرگان، میریزن سرش و جلسهشو به هم میزنن. محتشمی آدمی بوده که هرچی خامنه ای الان تو لبنان داره محتشمی برای ساخته، اون بود که رفت اونجا رو ساخت. انصاری که جز نزدیکترین آدم ها به خمینی بود، یعنی بعد از احمد پسر خمینی انصاری همیشه. خب اینا رو میرن به هم میرزن. یعنی حرفای در حقیقت خامنه ای تا جایی که برمیگرده به دعوتش به وحدت، دعوتش به هماهنگی، این را باید از این فهمید. یعنی میگه ای آقا من هر کاری میکنم، هر کی را میذارم کنار، هر بلایی که سرتون میارم، شما با من با این کار من وحدت کنید، نه اینکه ما با هم وحدت کنیم، نه اینکه ما با هم متحد باشیم. شما بشید مثل کاری که احمد نژاد میکنه، اگر کاری هم خارج از خط احمد نژاد میکنه، بعدش عموما در مواردی تو حالا بجز همون مورد معاون مشایی، من بقیه تا جایی که دیدم خامنه ای تایید کرده یا سکوت کرده که معنی تاییده، یا تایید کرده گفته دولت را مزاحمش نشید و از این حرفا. بنابراین خامنه ای در مواردی خودشو کارساز میبینه که دیگه از یه حد میگذره، چون اون چه خودش میدونه توبه و تسلیم، یعنی اول توبه بکن بعدم تسلیم بشو، بعدم دیگه هر که بخوای متحد بشیم هر کاری من میکنم بگو خوبه، اینو میخواد. ولی کجا میاد؟ یک جاهایی وارد میشه میخواد موضوع رو حل کنه، موضوع رو چگونه حل کنه. مثلا در همین طرحی که میده میگه که مجلس و دولت، من به شورای نگهبان گفتم ورود کنه. خب شورای نگهبان ورود کنه بدتر میشه، چون که شورای نگهبان که کار خودشه که، یعنی شورای نگهبان چه یک مرجع مستقل، چطوری بگم، قابل قبول جناهای حکومتی که نیست که، آدم های خودش هم میگن من به شورای نگهبان گفتم ورود کن. یعنی چی؟ یعنی که حالا من نمیخوام مثلا در این مورد یه چیزی رو بگم همین و همین و همین، شورای نگهبان بیاد ورود کنه. وگرنه شورای نگهبان بحث مربوط به 20 میلیارد یا 40 میلیارد چرا به سودره احمدی نژاد گفت؟ این کجاش اصلا ربطی به اسلام داره یا به قانون اساسی داره؟ یه حرف کارشناسیه بسیار مشخصیه، چرا به سود احمدی نژاد آخرش موضوع رو حل کردن؟ و بالاخره هر جوری هم شد احمدی نژاد برد در مقابل مجلس. بنابراین جواب سوال شما بدم، خامنه ای دنبال وحدت و اتحاد و به معنی این که با هم باشیم نیست، همه باید با آقا باشن. کسایی هم که با آقا یه کمی کج افتاده باشن اول باید توبه کنن بعدن تسلیم بشن، اما برای بقیه در نقاطی میخواد وارد بشه که یک موضوع رو حل کنه. اینجا به نظر من موضوع اصلیش، صرف نظر از مسائل انرژی اتمی اینا که گفت و جنگو از این داستانه که بزنی، اینجا اصلی چی بود که شورای نگهبان دیگه اگه چیزی گفت بین مجلس و دولت دیگه حرفی نزنه، که البته اینم به نظر من اجرا نمیشه.